صنعتکار عزیز بود. ما در اون شب عید دقیقا 29 اسفند سال 1369 بود. دقیقا ما اسکرمبل رفتیم. موقع که رفتیم تو اسکرمبل نشستیم، اصلا نشون میداد، به نظر میرسید اون شب یه حالت خاصی در خودمون حس میکردیم. گفتیم که به نظر میرسه امشب شب زیاد خوبی نیست، بهتره که این غذا رو بخوریم زودتر. یه مشتسنی ما داشتیم اونجا توی پایگاه بوشهر که انشالله زنده باشه، خدا حفظش بکنه، این مسئول غذا دادن به ما اینا بود. گفتیم مشتسن غذا رو بیار ما بخوریم، ممکنه امشب یه خوردی درگیری زیاد داشته باشیم. همینطوری که صحبت به این شد یه اسکرمبل خوردم، اسکرمبل زدم پولش فکر کنم ساعت 9:30 شب ما بلند شدیم از زمین. به من که بلند شدیم، من اونها معمولا ماموریت ایزایی انجام میدادن، یعنی میامدن به سمت عرشبت که کشتی ها، و به معنی که میدیدن هواپیمای بلند میشه بلافاصله ماموریت ایزاییشو شروع میشه، چه میکرد برمیگرده اینهایی که ماموریت ایزایی داشتن، و تا در اصل اون هواپیمایی که مد نظر بود و میامد برای زدن کشتی ها اون بیا کارش انجام بده، که معمولا هم از حاشیه جنوبی خلیج فارس میامدن، یعنی از قسمت کویت و عرشبت که همینطور میا قسمت پایینتر عربستان، از اون قسمت پایین مینداختن میامدن که بتونن هواپیما بتونن کشتی ها رو بزنن. این ماموریت ایزایی انجام میداد. اولین اسکرمبل ما بلند شدیم، نزدیک یک ساعت پرواز کردیم. عرشبت که گفتن آقا تریتمنت از بین رفته، این چیزی که خطر بود از بین رفت، شما میتونیم بریم بشین. ما آمدیم نشستیم، همین اومدیم نشستیم و یه چند لحظه تو گردان بودیم، دومین اسکرمبل زدن ما بلند شدیم که تقریبا برای ساعت 11 شب بود. بلند شدیم عرشبت که رفتیم پرواز کردیم رفتیم هوا، دوباره گفتن که آقا خطر از بین رفته و شما اگر میشه یه تایم اضافه تو منطقه بمونید، چون به نظر میرسه امشب کارهای ایزایی زیادی انجام میشه تو منطقه خلیج فارس. گفتیم بسیار خب، ما حداکثر تایم بهشون دادیم، چون موقع شب تو منطقه ما تانکر نداشتیم که بریم ریفیلینگ بکنیم، ما اونجا به عنوان اسکرمبل عمل میکردیم. اینه که ما حداکثر تایم بهشون دادیم، فکر میکنم ما به گفتیم چیز درده یه ساعت و 45 دقیقه براتون پرواز میکنیم. پرواز کردیم و هیچ اتفاقی نیومد، اومدیم نشستیم. به معنی که نشستیم دوباره اومدیم توی گردان، هواپیما رو اعلان کردیم، آماده کردیم برای اسکرمبل بعدی. یعنی به معنی که رسیدیم تو گردان، باورتون نشه، شاید به صورت داستان باشه، یعنی چای نخورده اسکرمبل سوم زدم. نه بله، اسکرمبل سوم هولوش ساعت فکر کنم 12:30 یه رو به یک شب ما اسکرمبل سوم با جناب صنعتکار بلند شدیم و رفتیم توی قسمت بیشتر به طرف دهران عربستان، نه اون طرف ها، بالاتر، منظورم اینه که سمت ما به اون سمت بود. رفتیم اونجا شروع کردیم یه هولدینگ برای خودمون، یه پترن ساختن که بتونیم تایم بیشتری بدیم، دوباره ماموریت ایزایی مشکل ایجاد نکنه. عرض شد که ما سمتمون دقیقا روی قسمت شمال بود، برای ساعت 1:30 شب یهو رادار به ما گفت که شما یک هدف دارین 22 مایلی دومتون، 20 مایلی یا 22 مایلی الان حضور ذهن ندارم، دومتون ساعت 6. ما بلافاصله دماغ هواپا رو انداختیم پایین، چون ارتفاع 20,000 پا بود دیگه، بلافاصله دماغ هواپا رو انداختیم پایین و شروع کردیم هارد پیچیدن به سمت جنوب. و جناب صنعتکار عزیزم بلافاصله رفت توی رادار و به محض که ما هدان شدیم باش، هواپا رو توی اسکوپون گرفت. هواپیما رو تو اسکوپ ما گرفتیم، تقریبا 18 مایلی همچین چیزی بود که ما تونستیم هواپیما رو تو اسکوپ بگیریم، که من به عباس گفتم که عباس جان فاصله نزدیکه، فراموش کن فینیکسو، بهتر بری با اسپرو بزنیمش. ما رفتیم و در تقریبا 14-15 مایلی لار گرفتیم، لار بزرگ گرفتیم، موشک ساید بندر رو به طرفش زدیم. ما به معنی که زدیم شاید به فاصله یک ثانیه بعد یه آتیش هم از هواپیما اون جدا شد. ما منتها به معنی که زدیم یهو برخوردیم به کوی از آتیش روبرومون، که ما بریک کردیم به سمت چپ و جناب صنعتکار هم می‌خوردی هیجان زده شد، شروع کرد الله اکبر گفتن. ما گردش به چپ کردیم، شروع کردیم تماس گرفتن و گفتن که آره به نظر میرسه که یه هواپیمای اینجا کرش کرده خورده زمین، اگر شما هوای ما رو داشته باشید ما چراغامون روشن میکنیم به کشتی. ناگفته نمونه، موشکی که اون به طرف ما زد، اون موشکی به سمت کشتی زد، ما موشک زدیم به اون،
توجه فرمودید اون موشک به بله پاشنه کشتی خورد، توجه کردی که معمولا زیاد صدمه وارد نمیکنه. به ما گفتن اگر اجازه بدید ما چراغا روشن میکنیم، اگر میتونید کاورج به ما بدین که ما ببینیم میتونیم خلبان کسی رو اینجا پیدا بکنیم. گفتیم اشکال نداره، ما کیلر هستیم اینجا، ما این بالا پرواز میکنیم تا شما هر کاری دوست دارین بکنین. که کردن و گفتن به نظر میرسه چیزای رو آب هست ولی نمیشه تو این تاریکی چیزی پیدا کرد. این جزء خاطرات اونجا بود که ما پروازمون که تمام شد تقریبا برای ساعت 1:30 1:40 آره 1:30 درگیری ما شد، برای ساعت 2 بود اومدیم نشستیم. ولی همونطوری که عرض کردم خدمتتون شاید این به صورت داستان باشه، به محض اینکه ما همین نشستیم چهارمین اسکرمبل زدم. ای جان بعد چهارمین اسکرمبلی که زدم من گفتم پرواز، گفتن از تهران گفتن که تحت هر شرایطی بلند شید. من گفتم من خستم، بدنم نمیکشه واقعا. گفتن از تهران گفتن بلند شید. گفتم من اطاعت امر میکنم بلند میشم ولی 50% امکان سانه بیدم. من زمانی که حرف زدم های سردگار یهو عصبانی شد، گفت من اصلا پرواز نمیکنم. خلبان میگه 50% امکان سانه است، شما میگیم بلند شید. این شد که تهران بالاخره گفت آقا اگر این شرایط دارین شما برین استراحت بکنین، ما نفر بعدی رو میاریم. که غلامرضا نظام آبادی نفر بعدی ما بود، رفتن اون رو زنگ زدن و ایشون اومد بالا، ما رفتیم به مزی گفته بود تا ساعت 10 فردا صبح از خواب بیدار شدن. این جز خاطرات هر شبت که شیرین بود که اینجا، اینه که شیرین میگیم به دلیل اینکه برجت یک کار مثبتی ما انجام داده بودیم اونجا.